پرستار تمام اطلاعات رو با ماژیک روی لباس شهید نوشت. بعد اون رو به سردخونه بردیم و اون رو کف سردخونه که دیگه حالت انبار پیدا کرده بود خوابوندیم. خیلی ناراحت بودم، به زحمت قدم برمی داشتم، انگار صدها کیلو بار روی شونه هام سنگینی می کرد. چهره عبدالرسول که شبیه پدرش بود یا اون دو جوان موتورسوار جلوی چشمانم می آمد. موهای لخت مجروحی که ترکش توی گلوش خورده بود توی پیشونیش پخش شده بود. او چشمهایی درشت و مژه‌هایی بلند داشت و سیبیل باریکی گذاشته بود. این مجروح برخلاف اولی که سبز رو بود پوست سفیدی داشت، ولی بر اثر خون ریزی رنگش زرد زرد شده بود. نمیدونستم تو اون لحظه زندن یا نه. خسته و داغون با زهرا برگشتیم مسجد. اصلا دلم نمیخواست با کسی رو بروشم، میخواستم تنها باشم، ولی برعکس هرچی به طرف ظهر نزدیکی شدیم تعداد مجروح ها بیشتر میشد. گاهی که از شبستان مسجد بیرون میامدم تا از وضعیت بیرون با خبر بشم، میدیدم حالی از دود و غبار تمام فضای شهر رو فرا گرفته. حیاتی و همهمه مردم، صدای آجوران بلانسو در هم آمیخته بود. صدای انفجارهای پی در پی مثل رعد و برق شهر رو تکون میداد. چند روز اینطور طولانی و وحشیانه شهر رو نکویده بود. بعضی ها میگفتن مقاومت بچه ها توی خطوط عراقی ها رو متعجب کرده و این آتش باران به خاطر اینه که میخواند عقبه بچه ها رو از بین ببرن. در بین مجروح هایی که به درگاه می آوردن برای خیلی ها نمیتونستیم کاری انجام بدیم، فقط جلوی خونریزی رو میگرفتیم، تزریق سرم و یا کارهایی از این قبیل که از دستمون برمی آمد. تک و توکی از مجروحا که ترکش سطحی خورده بودند و نیاز به اتاق عمل نداشتند، اونا رو کف زمین می خوابوندیم یا به صورت نشسته ترکش هاشون رو در می آوردیم. یکی از اینا دختر بچه 4-5 ساله بود که ترکش به دستاش خورده بود. چند تا از دختر رو دستاشو نگه داشتن. آقای نجار ترکش ها رو بیرون کشید. دخترک جیغ میکشید، با گریه مادرش رو صدا میزد. وحشتش وقتی بیشتر شد که بعد از خارج شدن ترکش از محل زخم خون زد بیرون. آقای نجار مرتب به پدر دخترک که او رو بغل گرفته بود میگفت سر بچه رو طرف دیگری نگه داره. یکی از دخترها برای اینکه اون رو آروم کنه براش خوراکی آورد. سعی کرد آرومش کنه ولی فایده ای نداشت. بین گریه های دختر صدای چند نفر از تو حیاط شنیدم که فریاد میکشیدن چرا کسی به فکر ما نیست؟ همه دارن قتل عام میشن، عراقی ها دارن همینطور جلو میان، از صبح فقط آتیش ریختن تا ما رو زمینگیر کنن. بقیه کار پانسمان رو به بچه ها سپردم و به حیاط مسجد دویدم. داد و فریادهای 3-4 جوان بود که بین 20-25 سال سن داشتن. سر و روشون خاکی و موهاشون ژولیده و در هم و بر هم بود. یکی از اونها که قد بلند و جسه لاغر داشت و شلوار لی گشاد و پیراهن مردونش به تنش زار میزد از همه بیشتر حرص می‌کرد. برای جمعیتی که دورش رو گرفته بودند حرف میزد، وضعیت خطوط درگیری رو تشریح میکرد. من که جلو رفتم اسلحه‌شو بالا گرفته بود و میگفت ببینین تیر نداره، من با چی بجنگم؟ دستای خائن تو کاره. ما اگه مهمات داشتیم که اینا رو عقب میروندیم. اگه اسلحه و مهمات دارین بدین ما ببریم. هر جا میریم میگن نیست، شما خبر ندارین توی خط چی میگذره. بچه ها گرسنه و تشنه جلوی عراقی ها وایستادن، همه دارن از پا در میان. شاید بشه گرسنگی رو یه جوری تحمل کرد، ولی تشنگی رو نه. من از بین جمعیت پرسیدم عراقی ها تا کجا جلو اومدن؟ گفت وقتی ما اومدیم دیگه به شهر رسیده بودن.
همینطور دارن جلو میان تا شهر رو تصرف کنن. ما نمیتونیم دست رو دست بذاریم تا شهر از دست بره. ما نیرو نداریم. انگار که منتظر بودم چنین حرفی بزنه، مثل کسی که برق اونو گرفته باشه، بلند گفتم من حاضرم بیام، من بیام. جوان یک دفعه مثل اسپند روی آتیش از جا پرید، پاشو محکم به زمین کوبید، بعد همونطور که اسلحه‌اش رو بالای سرش میبرد و تکون میداد، با نگاه تیزش چشم قره‌ای به من رفت و داد زد: تو کجا بیای؟ بیای وبال گردن ما بشی؟ چند نفرم مراقب تو باشن؟ ما نیروی مرد میخوایم. حاج آقا نوری به جوان گفت: پسرم، ما براتون نیرو هماهنگ میکنیم، آب و غذا میفرستیم، توکلتون به خدا باشه، وحدتتون رو حفظ کنید. هم نیروهای مردمی، هم ارتشی ها و هم سپاهی ها باید به دستورات فرمانده هاتون عمل کنید. در فاصله ای که حاج آقا نیروها رو دلداری میداد، محمود فراخی به همراه چند نفر دو صندوق فشنگ کلت و جسه، خشاب‌های پرفشنگ و تعدادی گلوله آرپیچی توی وانتشون گذاشت. یکی دو نفر دیگه هم چند تا دب آب و دو سه بخچه نان و تعدادی کنسرو به اونا دادن. دلم میخواست به خبرهایی که اون جوان از وضعیت خطوط به حاج آقا میداد گوش بدم، اما رنا نجار صدایم کرد و گفت بیا کار داریم. رفتم سراغ مجروحایی که کف درمانگاه خوابانده بودند، ولی توی دلم آشوب بود. آن جوانها که رفتند، یک عده دیگر آمدند. اینها هم حرفها و رفتارشان مثل قبلی ها بود. توی حیات مسجد چند نفر ایستاده بودند و داد و بیداد می کردند. می گفتند چرا مردم رو نگه داشتیم؟ زودتر بفرستیم برن، نذاریم اونجا اسیر بشن. مردهای مسجد سعی می کردن این چند نفر رو آروم کنند. نمی خواستن مردم بترسند و جو ناآرام شود، اما فایده ای نداشت. این چند نفر بریده بودند. می گفتند چند روزه توی خط درگیری، روز ما اونا رو می زنیم عقب، شب که میشه نیروها اونقدر خسته میشوند که توانی برای جنگیدن ندارند. عراقی ها از این فرصت استفاده میکنند و میآیند جلو، تمام مواضع ما رو اشغال میکنند که هیچ پیشروی هم میکنند. ما اسلحه نداریم، تجهیزات کافی نداریم، تن بچه همون جلو تانک هاست. آقای مصباح میگفت نباید رعب و وحشت تو دل مردم بندازیم. چرا اینجوری میکنیم؟ توکل ما به خداست، اسلحه نداریم، ایمان که داریم، امام رو که داریم. تا آنجا راه زیادی نبود، عده‌ای از مردم هم در هیدریه پناه گرفته بودند. خیابان مسجد جامع را به طرف شط رفتیم، توی کوچه پیچیدیم. آقای نجار دو سه تا معاینه اول به مجروح‌ها بود که باید خودشون را به بیمارستان برسانند. بعد ترکشی را از پای پسر 18-19 ساله بیرون کشید و بخیه کرد و من جراحت را بستم. پیشانی پسر بچه‌ای که ترکش خورده بود رو نگاه کرد. ترکش فقط پوست رو خراشانده و رد شده بود. جراحت این رو هم پانسمان کردیم. نوبت به دختر بچه 10-12 ساله‌ای رسید که ترکش بزرگی پشت ران پایش را شکافته بود. دخترک گریه می‌کرد و اجازه نمی‌داد زخمش را بخیه بزنیم. حق با او بود. سوزن به سختی در پوستش فرو می‌رفت. مادر او برخلاف مادر آن پسر بچه خیلی آرام بود و با دلداری دادن دخترش کمک زیادی به ما کرد. وقتی می‌خواستیم از هیدریه بیرون بیاییم، جوانی وارد آنجا شد و شروع کرد به داد و فریاد کردن. او هم مثل کسانی که در مسجد جامع دیده بودم حرف می‌زد و می‌گفت عراقی‌ها دارن میان، شهر داره از دست میره. و و و حال خیلی بدی پیدا کردم. همه می‌گفتند شهر داره سقوط می‌کنه. وحشت و اضطراب عجیبی وجودم را گرفت.
مردم هم در کمتر از ثانیه‌ای به هم ریختند و هیاهو به پا کردند. بعضی ها از ما میپرسیدند حالا چیکار کنیم؟ این کی داره میگه؟ عراقی ها تا کجا جلو اومدن؟ نمیدونستم چه جوابی باید به اونا بدم. آقای نجار جوان رو کناری کشید و گفت چرا اینجوری گفتی؟ نباید فضا رو متشنج میکردی؟ جوان گفت نه، باید بگم. همه مردم کشته میشن، همه اسیر میشن، باید راستش رو به مردم بگیم. آقای نجار حرف آقای مصباح رو تکرار کرد و گفت حالا راستش رو هم گفتیم، رعب و وحشت ایجاد بکنیم که چی بشه؟ جز این که وضع رو بدتر میکنه کاری از پیش نمیره. بذار مردم با آرامش از شهر خارج بشن، ما اینا رو خارج میکنیم، منتها با آرامش. جوان که دیگه دست از قیل و قال برداشته بود گوشه ایستاد. منم به مردم گفتم نگران نباشین، آرامش خودتون رو حفظ کنین، اوضاع اونقدر هم بحرانی نیست، بچه ها تو خط درگیرن، ایشالله همین روزا جنگ تموم میشه، برمیگردیم خونه هامون. موقع بیرون اومدن از حیدریه آقای نجار از جوان خواست همراه ما بیاید. میخواست او را پیش مسجدی ها ببرد، شاید آنها تصمیم بگیرند و وضعیت مردم را مشخص کنند. توی مسجد هنوز بحث رفتن و ماندن بین مردم داغ بود. دیروز یعنی 8 مهر عراقی ها تا فلکه راه آهن جلو آمده بودند و همین مسئله نظامی ها، روحانی ها و معتمدین مسجد را نگران کرده بود. از بین اونها آقای مصباحی، شیخ شریف و سرگرد شریف نسب رو میشناختم. در واقع تو این چند روز با اونها آشنا شده بودم. با دختره توی حیاط ایستادیم و به حرف ها و نقل قول ها گوش کردیم. تو اون ازدحام هر کس یه چیزی میگفت. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها، آتشی بدار منزل افرد دار رد نفیر هنجره ها، سوز این آتش در دل شب ها زخم کهنه سرمگشا، زخم کهنه سرمگشا. خدا نور را پنجره را